یک شب ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها به من گفتن یکی از این آقایون که فلانی ما شب تولد بی بی و یه جلسه خونمون داریم، شما میاید؟ گفتم بله. منم رفتم، جلسه خیلی پرنوری بود، کم کمش 200 تا فقط سید دعوت میکردن، بقیهش هم مثل ماها بودن. 3-4 تا از آقای مدح خوندم، بعدم من خوندم شعر رو از آقای معید، خدا حفظشون کنه، خوندم و اومدم پایین شام خوردیم. بعد من به شوخی به این آقای دوستمون گفتم که فلانی من دارم میرم، پاکت ما رو بده میخوایم بریم. او هم با زبون شیرین مشهدی با هم شوخی داشت، گفت باره یار اگه میخواستم پول بدم تا رو نمو. گفتم که خیلی زیبا بود، باره پول کی پاکت میده؟ با هم مزاح داشتیم، خیلی قشنگ. اون شب هم شب سردی بود، برف آمده بود و منم آمدم سر کوچه آقای ما رو پیاده کرد و تو برفا اومدم رسیدم به خونه. همون وسط اون سرما به بیبی گفتم بیبی جان ما به برکت شما و فرزند دلبندتون حضرت رضا این مجلس رو رفتیم خوندیم اداره کردیم، اینجوری شده و شما دست ما رو بگیر، ما پناهنده به فرزند شما شدیم اینجا. آمدم خونه، همسرم خواب بود و منم خوابیدم. اصلش همینه، خدایا تو شاهدی که من هیچ قصدی از این حرف ندارم، برای اولین بارم که دارم میگم، حالا چرا نمیدونم. در عالم خواب دیدم که دارم از بست بالا مشرف میشم حرم، پامو گشتم تو صحنه انقلاب، صحنه اسماعیل طلایی. یه وقتم آقا از ایوان طلا دارم میام بیرون، من چی بگم بر مردم، من چی بگم بر عاشقان حضرت رضا؟ هر قدمی که برمی‌داشتن نور به آسمان ها می‌رفت. این که میگن آقا پاره تن پیغمبرم مثل پیغمبر راه می‌رفتن، اگه پیغمبر اینجوری راه می‌رفته که سبحان الله، اگه اینجوری با وقار قدم می‌زده که سبحان الله. منم دویدم که گفتم شلوغ نشه برم آقا رو ببینم. رفتم و دستم باشم و گفتم السلام علیکم یا ابن رسول الله. این لبها که باشد مثل که نمک آفرینش تو اون لبها بود. اصلا اون کلام، اون حرف کی میتونه تصویرش کنه؟ کی میتونه بگه چجوری آقا جواب سلام میدادن؟ بدون هیچ حرفی فرمودن تو پاکت میخواستی دیشبی که ما اون مزاح رو کرده بودیم. گفتم بله یا ابن رسول الله. فرمودن دامنتو بگی. دامن پیراهنم همجور گرفتم، با دوتا دستشون سکه میریختم تو دامنم. فرمودن هرچی بخواد منم. حالا من چجور از خواب بیدار شدم، تمام بدنم میلرزید و خانم گفتن چطور؟ گفتم هیچی، نفسم تو سینم حبسه، نمیتونم حرف بزنم. بلند شدم دویدم از همون جا، از همون کوچه پس کوچه ها بازارچه ها جاقا جان اونایی که میدونن که میام، از اون به سمت حرم همون قسمت ایستادم و صحن بستم. گفتم آقا من غلط کردم یاد نرسول الله. شوخیش هم خیلی مثل این که بعدی که آدم این کار جنبه مادی بهش بده، درسته که مردم اینقدر لطف دارن و این همه هدایا میدن به فلان، اما به این معنی خیلی مثل آقا شما ناراحت شد، من غلط کردم، شما ببخشید ابن رسول الله. آغاز زندگی من و آغاز خوندن این که حالا مردم اینقدر برکت حضرت رضا چیز میگن مال اون وقته که این رو تا حالا نقل نکردم.